سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در رابطه با آنچه که در مورد ورزش و دیابت بدانید در اختیار شما میذاریم. همونطور که میدونید ورزش در کنار تغذیه مناسب و مصرف منظم دارو که اگه قرص یا انسولین مصرف میکنید سبب کنترل قند خون شما میشه. یک فرد دیابتی باید با فراگیری آموزش لازم و به کمک کنترل روزانه قند خون و ادرار بین فعالیت بدنی، غذا و داروی خود تعادل مناسب ایجاد بکنه تا نه تنها از افزایش قند خود جلوگیری کنه بلکه مانع هیپوگلیسمی یا افت قند خون هم بشه. فعالیت بدنی و ورزش در زندگی شما نقش مثبتی داره، از جمله حساسیت بدن شما به انسولین افزایش پیدا میکنه و سبب کاهش قند خون میشه. همینطور در تنظیم فشار خون مؤثره و با کاهش توده چربی بدن به کاهش وزن شما کمک میکنه. همینطور سبب افزایش انرژی و کاهش استرس شما میشه. همینطور کاهش کلسترول بد باعث افزایش کلسترول خوب میشه. همینطور سبب پیشگیری از مشکلات قلبی، عروق و حوادث عروقی مغز میشه و به استحکام استخونها کمک میکنه و از پوکی استخونها جلوگیری میکنه. نتایج یک بررسی گسترده تحت عنوان برنامه پیشگیری از دیابت در امریکا نشان داده که داشتن فعالیت بدنی روزانه و پیروی از یک تغذیه صحیح که سبب کاهش 5-7% وزن بشه میتونه نقش چشمگیری در پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع 2 داشته باشه. اما چه نوع فعالیت بدنی مفیده؟ 4 نوع فعالیت بدنی برای شما مفیده. 1. افزایش فعالیت در کارهای روزانه. 2. ورزش های هوازی. 3. ورزش های قدرتی مثل بدنسازی. و 4. ورزش های کششی. همینطور سعی کنید در کارهای روزانه خودتون فعال تر باشید. افزایش فعالیت در کارهای روزانه سبب مصرف بیشتر کالری در روز میشه. کارهای زیادی وجود داره که با انجام اون میتونید انرژی بیشتری مصرف کنید. در ادامه به چند نمونه اشاره میکنیم. هنگام صحبت با تلفن راه بروید. با بچه ها بازی کنید. کانال تلویزیون رو با دست عوض کنید. در باغچه خانه خود کار کنید. خانه را تمیز کنید. ماشین خود را بشویید. ماشین خودتون رو 1-2 ایستگاه جلوتر نگه دارید و مقداری از راه را پیاده بروید. برای خرید روزانه پیاده روی کنید. به جای آسانسور از پله استفاده کنید. در محل کار تا حد امکان راه بروید. همینطور ورزش های هوازی ورزش هایی که طی اون تعداد زیادی از عضلات به کار گرفته میشن و سبب افزایش ضربان قلب میشه. در ورزش های هوازی تنفس شما عمیق‌تر میشه. انجام ورزش های هوازی به مدت 30 دقیقه حداقل 4-5 روز در هفته برای شما بسیار سودمنده. شما میتوانید این 30 دقیقه را به دفعات تقسیم کنید و به عنوان مثال 10 دقیقه پیاده روی بعد از صرف 3 وعده اصلی غذایی. اگه برای مدت زیادی ورزش نکردید قبل از هر چیز از پزشک خودتون در مورد افزایش فعالیت بدنی سوال کنید. قبل از ورزش به مدت 5 دقیقه بدن خودتون رو گرم و پس از ورزش بدن خودتون رو سرد کنید. میتونید ورزش رو به مدت 5-10 دقیقه در روز شروع کنید. رفت رفته مدت اون رو افزایش بدید تا بتونید 150-200 دقیقه در هفته ورزش کنید. همیشه برای زمان ورزش خود برنامه‌ریزی کنید. اگه منتظر رسیدن زمان خالی برای انجام ورزش هستید، این فرصت هرگز به دست نخواهد آمد. انجام فعالیت‌های ورزشی به صورت دست جمعی و همراه سایر اعضای خانواده یا دوستانتون میتونه لذت بخش‌تر بوده و انگیزه بیشتری برای ورزش در شما ایجاد بکنه. همچنین فراموش نکنید هنگام ورزش به مقدار کافی آب بنوشید. ورزش‌های هوازی مانند قدم زدن یا به آهستگی دویدن، شنا یا نرمش در آب، دوچرخه سواری، رقصیدن، ورزش‌های مانند والیبال، بسکتبال، تنیس و شرکت در کلاس‌های آیروبیک هستش. اما ورزش‌های قدرتی کدامند؟ انجام ورزش‌های مانند بلند کردن وزنه، استفاده از نوارهای ارتجاعی یا کار با دستگاه‌های بدنسازی هفته 2-3 بار سبب افزایش عضلات میشه. وقتی توده عضلانی شما بیشتر میشه، چربی بدنتون کاهش پیدا میکنه. حتی در زمانهای بین ورزش نیز کالری بیشتری میسوزانید. ورزش‌های قدرتی سبب میشه که کارهای روزانه رو بهتر انجام دهید. همچنین به تعادل و سلامت استخوان‌های شما نیز کمک میکنه.
همینطور ورزش‌های کششی گزینه مناسبی هستند. حرکات کششی سبب نرمی مفاصل و عضلات بدن میشه. آسیب و سفتی عضلات بعد از سایر ورزش‌ها جلوگیری میکنه. اما چه زمانی برای ورزش کردن مناسبه؟ همیشه از پزشک خودتون در مورد زمان ورزش سوال کنید. پزشک بر اساس برنامه روزانه شما رژیم غذاییتون رو و داروهای دیابت شما رو بهترین زمان ورزش رو مشخص خواهد کرد. معمولا برای افراد دیابتی 1 تا 3 ساعت پس از صرف غذا مناسب ترین وقت برای ورزشه. همیشه قبل از شروع ورزش قند خونتون رو اندازه بگیرید. وقتی قند خون ناشتای شما بالای 250 است یا قند خون بالای 300 دارید یا مقدار زیادی کتون در ادرار خود دفع می کنید، زمان مناسبی برای ورزش نیست و اگه ورزش کنید قند خون شما بالا می رود. آیا هر نوع ورزشی رو میشه انجام داد؟ اگه دچار عوارض دیابت هستید، برخی از فعالیت‌های ورزشی سبب تشدید مشکل شما خواهد شد. بیاد داشته باشید که بسیاری از عوارض دیابت ممکنه هیچ گونه نشانه‌ای نداشته باشند. بنابراین قبل از اقدام به هر گونه فعالیت ورزشی با پزشک خود مشورت کنید. قبل از شروع فعالیت‌های ورزشی پزشک شما با آزمایش‌های چکاپ را برای شما انجام میده. شما را برای معاینه تای چشمی و معاینه قلبی ارجاع می‌دهد. عملکرد کلیه‌های شما را با آزمایش میکروآلبومین بررسی می‌کنه و همچنین پاهای شما را نیز معاینه می‌کنه. به عنوان مثال به چند مثال زیر توجه کنید. ورزش‌هایی که سبب بالا رفتن فشار در مویرک‌های شبکه‌های چشم شما می‌شود، مانند بلند کردن وزنه سنگین، ممکنه مشکلات چشم شما را افزایش بده. اگه دچار نوروپاتی و اختلال حسی در پاهای خودتون هستید، پیاده روی طولانی ممکنه سبب آسیب در پاها بشه. اگه دچار مشکل قلبی و عروقی هستید، ورزش سنگین برای شما مناسب نیست. حین ورزش چه مقدار مراقبت از پاها لازمه؟ هنگام ورزش از کفش جوراب مناسب استفاده کنید. بعد از ورزش پاهای خودتون رو از نظر بریدگی، تاول، زخم یا تورم بررسی کنید و در صورت مشکل با پزشک خودتون تماس بگیرید. آیا ورزش میتونه سبب افت قند خون بشه؟ در افراد دیابتی که انسولین یا قرص گلوبنکلامید استفاده میکنن، فعالیت ورزشی ممکنه سبب افت قند خون بشه. افت قند خون ممکنه حین ورزش، درست بلافاصله بعد از ورزش و حتی 6 تا 10 ساعت بعد از ورزش هیپوگلیسیمی تأخیری ایجاد بشه. قبل از شروع فعالیت‌های ورزشی قند خون خود را اندازه بگیرید و در مورد کم کردن دارو از پزشک خودتون سوال کنید. هرگز زمانی که قند خون شما خیلی پایینه ورزش نکنید. اگه بیشتر از 1 ساعت ورزش میکنید، به فواصل منظم قند خون خودتون رو اندازه بگیرید. فراموش نکنید همیشه علامت دیابتی بودن خود را به همراه داشته باشید. همیشه مقداری مواد قندی زود جذب و مقداری غذا به همراه داشته باشید تا در صورت افت قند خون بخورید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید، عضو کانال ما بشید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.